خانم ستاری خیلی خوش آمدید. شاید کمتر انتظار این رفت 22 بهمن که در واقع یک نمادی است برای جمهوری اسلامی، سالها تلاش کرد اون رو با راهبه مایه حکومتی خودش در واقع نشون بده که همچنان از یک مقبولیتی برخورداره. میدونیم امروز حتی همون اون رو هم با مشکلات بسیاری روبرو شد، اما این مردم اینجا جمع شدن، در بسیاری از شهرهای دیگه اروپا و امریکا هم جمع خواهند شد. چه اتفاقی افتاده؟ چه شده که مردم رو اینقدر متحد کرده؟ سلام میگم حضور شما، درود میفرستم و سپاسگزاری میکنم از تلویزیون ایران اینترنشنال. در وهله اول من پزشک نیستم، من از گذشته تکنیکی میام، ولی ممنونم از معرفیتون. و بله، چه اتفاقی افتاده که ما امروز اینجا جمع شدیم؟ حقیقتش اینه که جور و ستمی که در عرض بیش از 44 سال جمهوری اسلامی مردم ایران روا داشت در عرصه های مختلف، به ویژه به زنان ایران، به جوانان ایران، موجب شد که مردم بالاخره این قده چرکین بترکه و مردم حاضر نشن دیگه به اصطلاح فرمان روایی اینها رو تحمل بکنن. و مرگ مهسا امینی، یک نوجوان کرد، یک نوجوان زن کرد، باعث شد که مردم دیگه بیان به خیابان‌ها و بیان اعتراض خودشون نشون بدن. به واسطه این که در طول این 44 سال شما اگر زنان رو نگاه بکنید، در عرصه آموزش، پوشش، ارث، قوانین خانواده، کار کردن، به خارج رفتن، آواز خواندن، یعنی عرصه‌ای نموند که زن رو به اصطلاح مورد به اصطلاح حتاکی قرار ندن و حقوق انسانیش رو زن ایرانی که بیش از 66% به اصطلاح قبولی های دانشگاه رو داره، شرکت در دانشگاه داره و اونهایی که خارج از کشور خارج شدن، اینجور درخشیدن در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در دنیا، از اینها بگیری تا جوانان که آینده ای ندارن، تا فقر، تا گرانی، تا بدبختی، تا مثلا فروش خاک ایران و خیلی چیزهای دیگه. و این باعث شد که مردم دیگه حاضر نشن و 22 بهمن یک نماد خیلی مشخصی برای اینکه درست در روزی که حکومت میخواد پیروزی خودش رو در سال 57 به کرسی نشون و میخواد هر سال نشون بده که ما همان پیروز سال 57 هستیم، مردم امسال دیگه حاضر نشدن این رو تحمل بکنن و میخوان مردم بگن که ما عوض شما، عوض حکومت اسلامی که قوانین شریعت رو اینجوری آورده، در ابعاد اجرایی و قضایی و مدنی جاری کرده، ما متحدانه و روادارانه در کنار هم میمونیم، اهم از اینکه کدام فکر رو داریم، کدام فکر شخصی رو داریم، کدام به حزب گروهی هستیم یا نیستیم، ما در کنار هم هستیم و همبسته میخوایم صدا بزنیم که ما حکومت اسلامی رو نمیخوایم و ما حکومتی میخوایم که بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه و ملحقاتش، یعنی اون که حقوق زنان رو هم میخواد، و این که ما خواستار حکومتی هستیم که بتونه آزادی و آبادی رو برای ایران ایرانیان بیاره و سویه عدالت‌خواهانه قوی داشته باشه که بتونه فقر و ظلم رو از ایران آرام آرام کم بکنه تا بر بچینه. و به خاطر این ما همه اومدیم در خارج در حمایت از ایرانیان و مردم هم در ایران همین رو میخوان. ممنونم از شما سهیل ستاری، اینجا همراه ما بودید. خیلی میدونم که سرتون شلوغ بود، خیلی ممنونم از شما. خداحافظ.